رادیو تلویزیون میهن سال نو را به شما تبریک میگویم. رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. درود به بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرونده باشن و هفته خوشی دیگه در پیش داشته باشن. البته در هفته ای که گذشت، خب مهمترین خبرهایی که از نظر اقتصادی وجود داشت بسته شدن کانال سوئز بود، ترسه کشتی خیلی اولاسایی که در کانال گیر کرده بود و این رفت آمد در کانال سوئز متوقف شده بود به طور کلی، در چیز شرط 5 روز مثل طول کشید و تأثیر قابل ملاحظه‌ای تو تجارت جهانی گذاشت. اما به نشونه ایه که دیده میشه چقدر دنیا از نظر اقتصادی به هم اتصال پیدا کرده و پیوند خیلی جدی داره. و یه برفرضی که راه دریایی مثل کانال سوئز که مسافت خیلی کوتاه میکنه بین اروپا و آسیا، اگه بسته بشه بعد کشتی‌ها برن از دور به افریقای جنوبی دور بزنن و بیان و خیلی طولانیه و خیلی گرونتر در میاد و این باعث میشه که خب همه چیز ارزشش بره، قیمتش بره بالاتر و همینطور زمان بیشتری هم بگیره. و خب نشون میده که این بازار جهانی که هم به این شکل پیوسته و همشون به هم متکی هستن، این راه های ارتباطی چقدر اهمیت داره. و برفرض 5 روز یکشون بسته شده که کانال سوئز باشه و داستان خیلی بزرگی دیگه طولانی داره این کانال سوئز که تأثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشته در اقتصاد جهانی به طور کلی. اصلا به هر ترتیب بود این کشتی رو تونستن از به گل نشسته بود تقریبا رو بخواییم بگیم درش بیارن و یکی از علتهایی که تونستن این کار بکنن این که آب دریا به شدت بالا اومد در اواخر سال در اونجا و ماه بخشید و کشتی از 1.5 فیت آب بالاتر بود و تونست این رو دوباره به جریان بندازه بتونه حرکت بکن. البته تا اونجور که به بازار سهام مربوطه، خب هفته گذشته هم خیلی بازار سهام متغیر بود و البته دیروز و امروز افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده و ولی من تصور نمی‌کنم که رکوردی شکنده باشه. اجازه فرمایید یه نگاهی بکنیم به بازار سهام. من بتونم اینو به اشتراک بذارم با شما، اول آپدیتش بکنم. بله، همون شما مشاهده میکنید در حال حاضر در چون سنیف سنگ پوند مصبته، نسدک 201 پوند مصبته و S&P 500 هم بیشتر 34 پوند مصبته. خب همه شون مصبت هستن، ولی در از ماه گذشته این نگاه بکنیم که دیروز برفر تموم شد این ماه به امروز اول اپریل، هنوز نزدک منفیه چون برفرض اپل از 140 رسیده بود به 120 و الان هم چیزی میسید 123، هنوز هم خیلی لاس داره یا ضرر کرده نسبت به قیمت که بوده. ولی خب روی هم رفته مثبت همه چی در حال حاضر امروز در صورت رئیزه فهمید داو جونز اکسپندش بکنیم بینیم. بله، همونجور مشاهده میکنید داو جونز 148 پوند مثبت رفته و امروز هم تقریبا کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت ولی خب پس یه جبرانش کرده، احتمال زیاد مربوط به تولید شغله که معمولا همین ساعت ها اعلام میشه تولید شغل. در هفته گذشته چه اتفاق افتاده در هفته رو نشون میده.
میذارم ببینیم در از هفته چی شده. اونجا مشاهده میکنید در از هفته خب افزایش داشته، از در واقع زیر 32900 بوده و الان خب بیشتره، 33259 هم حد اکثر بوده ولی خب الان 33129 در واقع جریان مثبتی هرچی هستش. بله بذارید فرمایید من اینو استاپ شیرین بکنم با شما. البته در هفته گذشته خبر مهمی که از نظر اقتصادی وجود داشت در امریکا این خبر بود که دولت بایدن قصد داره که اعلام کرده 2.3 تریلیون دلار میخواد پول خرج بکنه، اسمش برای زیربنای اقتصادی امریکاست، برای جاده ها و پول هاست که خیلی کهنه شده خیلی هاشون، ولی خب بیشتر این بودجه صرف خرج میشه برای انرژی خورشیدی و باد و کمک هایی که به این صنایع میشه برای اینکه اصولا دولت بایدن با انرژی فسیلی یا نفت مخالف و همونش که دیما در اوائل رئیس جمهوریش اولی کاری کردیم روی نفتی که بین کانادا و امریکا بود و که تقریبا دوش تموم میشد ساختنش رو متوقف کرد. البته این در تصویر کلی وقتی دولت اینجور پول خرج میکنه که خب 1.9 تریلیون ما میگیم که پیش از این عنوان بیماری کرونا خرج شد، یه ماه هم نگذشته ازش، هنوز پول هم خرج نشدن، همشون مقدار قابل ملاحظه‌ش اصلا دست نخورده و حالا میخواد 2.3 بیلیون دلار خرج کنه و تو پایین نشون میده که دولت امریکا از نظر اقتصادی میخواد خیلی بزرگ بشه، دولت همه کاری اقتصاد بشه و بخش خصوصی اهمیتش از دست بده و بخش دولتی اهمیتش بیشتر به دست بده. البته گفته میشه که وقتی ریگان رئیس جمهور شد این جریان تغییر داد و دولت رو تا تونست کوچیکش کرد، کمتر مالیات بگیره و کمتر در اقتصاد دخالت کنه و بذاره بخش خصوصی فعالیت بکنه، دست بال اونا رو باز بذاره و در حال حاضر گفته میشه که معکوس این کار رو داره بایدن انجام میده. البته خب ما میدونیم که بایدن به جور که صحبتاش نشون میده، طرز رفتارش نشون میده، زیاد در عملا زیاد رئیس جمهور نیست و خب اطرافیانشن که این در اصل حزب دموکراته که داره این برنامه ها رو ارائه میده از نظر اقتصادی که دولت رو بزرگتر بکنه و اختیارات بیشتری در اختیار دولت بذاره. البته بحث هفته گذشته بود که این به احتمال زیاد پیشبینی میشه که تورم اقتصادی ایجاد خواهد شد و اصولا پول امریکا ارزشی از دست خواهد داد تا حدودی و به خاطر همین هم که بازار سهام پایین رفته و در اصل بازم وقتی این پول صحبت میشه پول خرج میشه خب خیلی شرکت ها از این موضوع استفاده میکنن ولی در نهایت دولت وقتی اینجور پول خرج میکنه ارزش پول میاره پایین و چون داخل گفته میشه که میخواد مالیات ها رو بیشتر بگیره، مالیات کورپوریشن ها رو بکنه 28%، ولی خب ما میگیم 30% هم قبل از دوران ترامپ بود و هنوز هم بگیم بکنه اون شدت کسر بودجه داشت و 28% هم بشه بازم به احتمال زیاد تأثیر زیادی در کسر بودجه امریکا نمیذاره و فقط این پولایی که خرج میشه با بدهکاری دولت امریکا بیشتر میشه و باید این بدهکاری ها هم دولت امریکا مثل هر شخصی یا هر شرکتی وقتی پول قرض میکنه باید بهره بده. آن در حال حاضر بهره بانکی پایینه و گفته میشه هم تا با سال 2023 حتی پایین نگرش میداره فدرال ریزرو یا بانک مرکزی امریکا و برای دولت امریکا بهره کمی میده واسه این بدهکاری زیادی که داره، چون یه افت ممکنه یک چهارم درآمد دولت امریکا به عنوان بهره باید پرداخت بشه پولی که قرض کرده
البته از طرف دیگه وزارت بانک مرکزی یا فدرال رزرو هم که پول قرض میده و بهره میگیره، تمام پولایی که میگیره به عنوان بهره در نهایت باید بره به دولت امریکا، بنابراین یک گردشی در اینجا وجود داره از نظر پولی که خب زیاد مسئله رو پیچیده میکنه. البته در هفته گذشته مهمترین خبری که وجود داشت این بود که قرارداد اقتصادی بین چین کمونیست و جمهوری اسلامی امضا شد برای مدت 25 سال و من نمیدونم چقدر اینقدر طولانیش کردن، هر چه ضرورتی داشته. ولی خب از اقتصادی تصور نمیره که ایران بتونه بهره قابل ملاحظه‌ای از این قرارداد ببره، ولی اون چون مسلمه اون چون قرارداد صحبت شده جمهوری اسلامی میخواد که بتونه نفتش رو بفروشه به طور منظم و چیه کمونیست این کارم میخره ازش نفت رو، و همونشی در هفته گذشته صحبت شد باید چیزی نزدیک که 2 تا 3-5 دلار هر بشکه نفت رو ارزون تر میگه از بازار جهانی، این باعث میشه که خب درآمد نفت بیشتری ثابت بشه، پول کمتری هم گرفته بشه. ولی مسئله اساسی که جمهوری اسلامی داره اینه که تلاشش اینه که از نظر اجتماعی و فرهنگی ارتباطش رو با غرب قطع بکنه، چون چین کمونیست از نظر اجتماعی و فرهنگی تأثیر روی مردم ایران نداره و احتمالی که تأثیر هم بذاره خیلی کمه، حالا از نظر سیاسی هر چقدر تأثیر میخواد بذاره، ولی از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی و فرهنگی تأثیر زیاد نمیذاره. ولی ما آشکارا میبینیم که چقدر مردم ایران با همه محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده چقدر علاقمندن به فرهنگ غربی، حالا امریکایی باشه یا اروپایی باشه. یکی از اهدافی که جمهوری اسلامی در اینجا تعریف میکنه صرف نظر از جریان سیاسی مسئله اینه که تلاشش برای اینه که تا میتونه ارتباط فرهنگی و اجتماعی مردم ایران رو با غرب قطع بکنه، و چون این یک خطری برای بقای خودش میبینه. خب بر اساس دنیای آزاد یا غرب، خب ژاپن هم در اصل دنیای آزاد، بخشی از دنیای آزاد، حتی کره جنوبی هم بخشی از دنیای آزاده، چون میخواد دموکراسی دارن. و چیزی که جمهوری اسلامی نمیتونه بپذیره آزادی فردیه و دموکراسیه، چه چیزیه که به اصولا به مزاجش نمیسازه، و به خاطر همین است که سعی میکنه روابطش با روسیه دیکتاتوری سنتی و چین کمونیست که دیکتاتوری اصولا به طور کلی هرچی میتونه نزدیکتر بکنه، و به این ترتیب از اقتصادی خودش یک مقدار امنیت به خودش بده و همینطور از اجتماعی و فرهنگی سعی میکنه فاصله مردم ایران رو با دنیای آزاد و غرب کمتر بکنه. البته باید دیدش که زیاد اقتصاددانای من ارتباط جدی نمیگیرن، تصور نمیکنن همچین تاثیر مهمی بده، ولی به طور کلی از سیاسی یک خب جبهه‌مندی شده بر علیه دنیای آزاد و این کشورهای مثل جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی و ونزوئلا، کوبا، روسیه، چین کمونیست، کره شمالی که کمپیروشون ایجاد کردن که بتونن با دنیای آزاد رقابت بکنن، و با قدرت اقتصادی که چین کمونیست در حال حاضر داره شانس موفقیتشون بیشتر شد. دوم اقتصاد جهانه و اقتصاد خیلی نیرومندی داره در حال حاضر، و همین به همین شدت هم داره ادامه میده. البته بحث دیگه ای هم که در اینجور که میگه در رژیم گفته میشه در میان در جمهوری اسلامی وجود داره که ما میدونیم که بایدن علاقمنده که قرارداد 2015 رو تمدید بکنه،
اقدام مشترک رو و خب شرایطی گذاشته، شرایطش اینه که جمهوری اسلامی از تقریض اورانیوم خودداری بکنه. خب جمهوری اسلامی میگه اول شما بردارید این تحریم های اقتصادی، بعد ما میکنیم. داستانی که اول تخمه بود یا مرغ در اینجا مرغ بود یا تخمه شروع میشه که این اول چه کاری انجام بده. ولی خب در رژیم جمهوری اسلامی هم بخشی هستن که معتقدن که باید با امریکا کنار بیان و این تحریم اقتصادی رو از بین ببرن و این فشار اقتصادیشون کم بشه، بهتر بتونن کارشون انجام بدن. ولی خب ظاهرا کمپی که دوربر خامنه‌ای هستن اهل این صحبت‌ها نیستن و این رو به نفع خودشون نمی‌بینن اصولا، که به هر ترتیب و دنیای آزاد دفتر برخورد خوبی داره، ارتباطی وجود داشته باشه به طور کلی. و خب از طرف دیگه این روابطی که با چین کمونیست داره جمهوری اسلامی، سعی میکنن که با قدرت اقتصادی چین کمونیست داره سعی میکنن که وابستگی پولی که دنیا به دلار داره از بین ببرن و خودشون یک تجارت از نظر پولی بتونن و هم بدون اینکه احتیاج به بانکهای غربی داشته باشن کاراشون انجام بدن. ولی خب در اصل ما میدونیم که جمهوری اسلامی تغییراتی پیش نمیاد، چون در اصل تا وقتی خامنه ای از حرف آخر ایشون میزنه و اطرافیانشون و در اصل باید انتظار طولانی که برای مرگ خامنه ای توسط خیلی ها وجود داره، چه نزدیکانش چه همکارانش چه مردم ایران که اصولا بعد تمام صدمه ها رو تحمل بکنن از در اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، شاید به زودی به نتیجه برسیم انتظار. درصد این وضعی که در دولت جمهوری اسلامی هم رژیم جمهوری اسلامی هم وجود داره و این دو دستگی وجود داره که چجور برخورد بکنن با دنیای آزاد به ویژه امریکا و تحریم های اقتصادی که دارن شامل شده. البته بحث زیادی هست در مورد این که جمهوری اسلامی میخواد تقلیز بکنه اورانیوم و تولید بکنه و هزینه خرج زیادی براش میداره انجام میده، پول زیادی رو خرج میکنه این منظور. ولی خب بعد نیست بدونیم که این اورانیوم اصولا در بازار جهانی چقدر قیمت داره و این مثلا یک کشوری که قانونمند دنیا و با دنیا در حال جنگ نیست یا با دنیای آزاد در حال جنگ نیست، این اورانیوم چقدر ارزش داره. اینجور که در اینجا گزارش طولانی هستش میگه اورانیوم هر پاندش میشه خرید 29.60 دلار. البته بیشتر روی 30 دلار بود در پاندش و حالا روی 29.60 سنت و احتمال هم میدن که 33% افزایش هم پیدا بکنه، دیمندش مصرفش بیشتر باشه به خاطر اینکه با نیروهای هسته‌ای بیشتری ساخته خواهد شد و تا سال 35 میگن تا 81% هم بالا میره. ولی ارزشش بخوام بخرم، کسی میخواد بخره، اون دولتی میخواد بخره، آنچنان زیاد نیستش. چون اصولا 440 نیروگاه هسته‌ای در دنیا وجود داره و گفته میشه 16 تا در حال ساختمانه. منظور از این صحبت ها در باره قدمت اورانیوم اینه که کشوری که قانونمنده از نظر جهانی و به ویژه با دنیا آزاد در حال جنگیدن نیست و با جنگیدن و مردم خودش نیست و به خاطر تحمیل دیکتاتوری مذهبی که داره میتونه به این قیمت رو ارزون بخرد در بازار آزاد. و خب اگه میتونی ارزون تر از این تولید بکن خب برو تولید کن، ولی وقتی به این ارزونی میتونی از بازار آزاد بخری، هرچند که خب داشتن این تکنولوژی خوبه که آدم هر کشوری بتونه اورانیوم تولید بکنه، ولی خب وقتی من مطمئنم که صدها برابر این برای جمهوری خرج میشه تا بخاطر پاند اورانیوم بخره.
ولی خب این تصمیمی که رژیم جمهوری اسلامی گرفته و این ماهیت رو داره و به خاطر درگیش و دنیای آزاد باید پول مردم ایران به این ترتیب خرج بکنه برای تولید اورانیوم که میتونه به این ارزونی در بازار آزاد بخره. از این چیزی بود که در هفته های پیش من میخواستم مطرح کنم ولی جا افتاد، فرصت نشد در برش صحبت بشه. البته در هفته گذشته ما همیشه روز پنجشنبه بعضی این برنامه من تقریبا تموم میشه، این جریان ایجاد شغل یا از بین رفتن شغل در امریکا در هفته گذشته اعلام میشه، میتونن البته بعدن هم تصحیحش میکنن چون به این صورت نمیشه دقیقا در آورد شماره ها، ولی در اصل در هفته گذشته تعداد ایجاد شغل مثل کسایی که شغلشون از دست داده بودن و پرسشنامه‌های بیکاری پر کردن 684 هزار نفر بوده. خب نسبت به هفته پیش که 781 هزار نفر بوده کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و یه امیدی ایجاد شده که بیکاری کمتر میشه. خب ولی در اصل در حال حاضر چیزی نزدیک بالای 6 درصده، ولی در اصل رو به کاهش و یک اقتصاد خوب معمولا بیشترین شغل تولید میکنه. خب ما در زمان دوران ترامپ بیکاری در حد 3 درصد بود و پایین ترین درصد داشت، بیشترین بخش فقیر جامعه امریکا میتونست شغل داشته باشه و کار پیدا بکنه. حالا خب بعد کرونا که جریاناش که پیش اومد، حالا بعضی وقت هم صحبت میشه با بعضی از کسانی که من کار میکنم، این نیروی انسانی نیستش، کسی کار نمیخواد بکنید، کارگر گیر نمیاد چون دولت امریکا انقدر پول داره بهشون میده که نیاز ندارن کار بکنن، با همون پولی که بهشون دولت میده چون هم حقوق بیکاری میگیرن، هم حقوق چک 300 دلاری هم اضافه میگیرن به اضافه بعضی پولای دیگه هم که دولت داره پخش میکنه. یه بخشی از جامعه که خب میخواد از زندگیش لذت برای کاری هم انجام نده حاضر نیست بره دنبال کار، یعنی که در حال حاضر کمبود شغل شدیدی در امریکا وجود داره. البته یک مسئله که در مورد چین کمونیست هستش به این ترتیبیه که خب چین کمونیست شرکت های اروپایی و امریکایی درش کار دارن انجام میدن و از طرف دیگه سیاست دولت اروپا و امریکا به ویژه ژاپن و استرالیا که بخش از دنیای آزادن رژیم چینی کمونیست محکوم میکنن از حقوق انسانی، در مورد اوغرها یا مردمی که در کاشغر زندگی میکنن یا اسمش چینی هم داره و همینطور اقداماتی که در هنگ کنگ کردن و دموکراسی هنگ کنگ از بین بردن و همینطور خطریه که تهدید میکنه تا دموکراسی تایوان در حال حاضر در چین کمونیست محکومش میکنن و چین کمونیست شروع کرده فشار آوردن رو شرکت های اروپایی و امریکایی به عناوین مختلف، بر فرض H&M که لباس میفروشه، البته مغازه‌هاش باز هنوز ولی از توی اینترنت نمیتونه چیزی بفروشه چون در تمام چین کمونیست این شرکت رو سایتش رو برداشتن از روی اینترنت، دسترسی نداره کسی بشه. در اصل صحبتی که چین کمونیست داره میکنه در حال حاضر اینه که با شرکت‌های امریکایی، اروپایی و حتی ژاپنی، حتی کره جنوبی، اگه میخواییم با ما کار بکنید، اینجا کار کنید، بعد برین دولتتون رو مجبور بکنید که این ایرادها رو ما نگیره، ایراد حقوق بشر در کاشغر نگیره، در مورد هنگ‌کنگ صحبتی نکنه و ما نگیره که ما حقوق بشر زیر پا گذاشتیم و حتی در مورد اوغرها بگیم متهم کنه ما رو به نسل کشی و کاری که داره انجام میده به طریقی به وسیله شرکت‌های اروپایی و امریکایی و ژاپنی که در اونجا کار میکنن میخواد دولت‌هاشون رو مجبور بکنه که چیزاشو هم بذاره روی این
جنایت های چین کمونیست و این روشی که انتخاب کرده و خب بعضی موقع بعضی شرکت ها هدف قرار میده، مثل این H&M و ناکی هم مثل که هدف قرار داده برای رسیدن به این منظور. با او به سیستمی که چین کمونیست در پیش گرفته و اصولا بیشتر به زبان تجارت و پول صحبت میکنه و خب پولی که اصولا خیلی اهمیت داره، برای خیلی اهمیت داره و واسه همه اهمیت داره در اصل، بلکه زندگیش مسئله داره، بعد اگه میخواد بگذره احتیاج پول داره. ولی خب بعد در این مورد اصول تایید شده و بشر رو باید زیر پا بزنن تا بتونن با چین کمونیست معامله داشته باشه نظر اقتصادی. و خب یک تهدید بزرگی برای آزادی و دموکراسی در جهان. حالا که من بخشی از قابل ملاحظه‌ای از سیاست ورزای ایرانی هم برای این موضوع اهمیت رو قائل نیستن، ولی خب وقتی اتفاق بیفته دنیای تاریکی خواهد شد بدون آزادی. و این روشیه که در حال حاضر چین کمونیست داره اجرا میکنه، با مجبور میخواد بکنه شرکت‌های امریکایی رو و اروپایی رو که فشار بیارن به دولت‌هاشون که کاری نداشته باشن به اینکه چین کمونیست چیکار میکنه و هنگ کنگ یا کاشغر یا اگه میخواد برای تایلند بگیره، تایوان بگیره بخشید، یا مثلا دریای جنوب چینی که خب ادعای مالکیتش داره و میخواد هر کشتی که میخواد از اونجا ردشی ازش اجازه بگیره، یه چیزی که سازمان متحد هم قبول نداره، هیچ بخشی از جهان هم قبول نداره، ولی میخواد خودش تحمیل بکنه به این ترتیب. بله، یه نکته دیگه هم که هستش در مورد کشورهایی که اصولا با دیکتاتوری پیش میرن و معمولا کمونیست هستن، البته یک اتحادی پیش اومده بین بحثی هست بین بولیوی، در بولیوی اگه به خاطر بولیوی چند وقت پیش ها یک رئیس جمهوری داشت که برکنار شد از کار و پناهندگی داده شد بهش از طرف مکزیک، ولی بولیوی شخصی که هستش اصولا اون کانون تولید کنندگان مواد مخدری که در اونجا وجود داره رئیسش در زمین رئیس جمهور هم بوده و از 15 سال 3 دوره رئیس جمهور بوده که در برکنارش کردن به جمهور مکزیک که خودش هم یه سوسیالیست و دست چپیه، در حال حاضر به جمهورش بهش پناهندگی داد، در حالیشون برگشت به بولیوی و اون عواملی که داشت دوباره تونستش یه شخص دیگه که رئیس جمهور بشه که بخشی از اون تشکیلات تولید مواد مخدر بولیویه. و یک اتحادی پیش اومده این وقت مواد مخدری که از بولیوی میاد بیشتر میاد طریق مکزیک، در حالت داده کارتلای مکزیک به امریکا وارد صادر میشه و یک اتحادی هست بین این کشورهای ونزوئلا، کوبا و مکزیک در این مورد، حتی نه در طریق دولتش بلکه کارتلای که تجارت مواد مخدر میکنن به امریکا ایجاد شده و که قدرت سیاسی هم در اختیار گرفتن در برفرض بولیوی و کوبا، درآمدشون از این راه خیلی درآمد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارن، نمیتونن طوری دیگه پول به صلاح اقتصادی کشورشون بگردن و متکی به این تولید مواد مخدر هستن و مکزیک هم در این مورد بهشون همکاری میکنه به طور خیلی جدی و مشکل قابل ملاحظه ایجاد شده در اصل در این بخشی از امریکا، قاره امریکا، به این ترتیب داره پیش میره. البته نزید بخواییم ببینیم در این فاصله که گذشت
چه اتفاقی افتاده در بازار سهام. من اینو ببینم آپدیت هستن. تغییر قابل ملاحظه پیش نیومده. داو جونز هنوز ساعت 54 پوینت مثبته، نزد 13 پوینت مثبته و S&P 500 بیشتر 36 پوینت مثبته. روز خیلی خوبیه و در از سال ایسی فرم نمی به اشتراک بذارم شیرسکرین. همونجور مشاهده میکنید همشون مثبت هستن. این مقیاس هایی که وجود داره، داو جونز 30 شرکت بزرگی امریکایی، نزدک بیشتر شرکت های تکنولوژی و بیشتر از 2000 شرکت توش هستش و S&P 500 هم که 500 شرکت بزرگی امریکایی، ملاک هایی که وجود داره همشون مثبت هستن در حال حاضر. ولی خب در صورت نزدک هنوز در از ماه منفیه، مثبت نشده، بیشتر از یک درصد، کمتر از یک درصد منفیه. اضافه نزدک بزرگش بکنیم ببینیم در چه وضعیتی وجود داره. اویلیبل نیستشیم، نزدک نمیشه بکنیم، نمیشه این کار کرد. بگذاریم از فرمید ببینیم به من نگاه بکنیم به شرکت های دیگه که بخش های مختلف صنایع امریکا، ببینیم اونا در چه حال هستن. البته این بخشی سفری که میبینیم بیشتر شرکت های تکنولوژی هستن و امروز هم خب همشون نگاه میکنی سبزن و مثبتن و خیلی اندکشه نه ببخشید این شرکت نفت، شرکت های نفتی هستن، من ترجمه کردم، این شرکت های نفتی هستن اکثرشون مثبتن و شرکت که منفی هستن خیلی کم هستن و نفت اصولا داره تغییراتش بین دوروبر 60 دلار هر بشکه میچرخه و به طور کلی رو به افزایشه. علت شمید که تولید پایین اومده و تولید اونجور که بفعه 13 میلیون بشکه نیستش، الان رسیده شد نزدیک 12 میلیون یا حتی 11 میلیون بشکه باشه، من دقیقا رقمشو نمیدونم، ولی با مشکلات که ایجاد کرده دولت بایدن برای شرکت های نفتی، اینا اصولا زیاد احساس امنیت نمی کنن که پول زیادی خرج بکنن، چاهای جدیدی بزنن، همون چای که دارن دارن کار میکنم. باز هم امروز خب مثبت به طور قابل ملاحظه و بعضی بدی ندارن. برفرض بریتیش پترولیوم، شرکت نفت ایران انگلیس سابق، در حال حاضر در 24 دلار 24 23 سنت هر بود سهمش، منفی بوده 13 سنت و حتی میرونی که تا 28 دلار هم بارا رفته بوده در 52 هفته گذشته، برای این تا 14 دلار هم پایین رفته. برای خب در اون دورانی که این شرکت های نفتی به شدت پایین رفتن ارزششون، وقت خوبی بود که خیلی که هرکس خرید سود قابل ملاحظه برد، چون اونقدر ها بیارزش نشده بودن. برای خب در حال حاضر به خاطر مسئله محیط زیست، شرکت های نفتی به شدت زیر حمله هستن و تولید برق از انرژی آفتاب و باد خیلی سرمایه گذاری میشه توش و ماشین ها دارن بیشتر برقی میشن. خیلی یه شرکت چینی دیگه شروع کرده وارد تولید ماشین برقی میشه، گفت 10 بیلیون دلار میخواد خرج کنه روش سرمایه گذاری بکنه. البته در چین کمونیست خیلی دارن شرکت های تولید اتومبیل برقی خیلی فعال هستن و زیادن. نمیدونم من در آخرین ماهی که صحبت شد 400 شرکت تولید اتومبیل برقی در چین کمونیست در حال رشد کردنی، حالا چند تاشون بمونه چند تاشون از بین بره صحبت دیگه ای.
درصد این وضعی که الان از نظر نفت وجود داره. این شرکت هایی که هستن شرکت های تکنولوژی هستن و فنگ توشونه که اپل، فیسبوک، نتفلیکس، مایکروسافت، گوگل و امازون توشون هستن و میبینیم که همشون هم مثبتن. یکی از شرکت هایی که در این خیلی لم ریسرچه که چیپس تولید میکنه، همونش قبلا هم در آرازه وضع تولید چیپس به اندازه تقاضا نیست. من شنیدم فورد دیدم جایی که میگفت مجبورید بعضی از کارخونه‌هاشو تعطیل بکنید چون چیپسی که لازم داره توش به کار بره برای ماشیناش نیست، برای نمیتونه ماشین تولید بکنه. بقول اصلا شرکتی که چیپس تولید میکنه وضع خیلی خوبی دارن و اگه توجه کنید امروز این 31 دلار رفته بالا هر سهمش. لم ریسرچ LRCH، البته دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنن میتونن این تصویرها رو بزرگ بکنن و این اسمای کوتاهی که دارن بردارن و مقایسه بکنن، ببینن میخوان بازار وارد بازار سهام بشن، استفاده بکنن از این لیستایی که وجود داره. چون شرکت های اصلا معمولا لم ریسرچ خوب و اگه نگاه بکنیم در از 213 بهش تا 630 هم بالا رفته، ولی خب الان 626 تقریبا به حد اکثرش نشه. ولی خب لم ریسرچ من خاطرم میاد که تا 100 دلار هم رفت پایین. البته علت این که این شرکت ها انقدر گرون سهامش به خاطر این که تعداد سهامش کمه، برعکس مثلا اپل که همیشه به طور افزایش میده سهامشو و فضل یه سهمشو میکنه 5 سهم یا 4 سهم که این اواخر انجام داد، اینا تبدیل نمی کنن، تعداد سهامشون بیشتر نمی کنن به خاطر همین قیمتشون اینقدر بالاست. ولی از ارزش شرکت زیاد بحث جداگونه ای با تا قیمت هر سهمش. برای مثال در اینجا ارزش این شرکت وقتی این اوپن شده فلان اینجا مثل که ارزش شرکت نمیگه چقدر، برای مارکت کپش ارزش شرکت 89.5 بیلیون دلار ارزش شرکته. خب قیمت رو خوبی تقریم 89 نتیه 100 بیلیون دلار ارزش شرکتش. بعد خب برفرض در مقابل فیسبوک امروز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و رسیده به 298، چون قیلی ریزه دیدنش سخته، بله در حال حاضر 298 و افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و مارکت کپش 718 بیلیون دلاره. هنوز ارزش این شرکت به تریلیون دلار نرسیده. البته شرکت هایی که ارزششون تریلیون دلاره، اپل یکیش چقدر، اپل ارزش بالای تو تریلیون دلاره، ترجمه میکنی 2070 تو تریلیون و 70 میلیون ارزش، رقم افسانه‌ای اصلا این ارزش که این شرکت اپل داره. البته جدیدن صحبت که شده این شرکت هایی اصلا که این شرکت هایی مثل اپل خوب بررسی میکنن و میگن که مثلا قیمت سهامش اینقدر میتونه بره بالا یا اینقدر میتونه بره پایین، بازم پیشبینی کن که اپل قیمت سهامش بالا خواهد رفت. به خاطر همینه که من فکر کنم 3 شرکت الان بالای تریلیونه، یکی اپل و یکی گوگل بالای تریلیونه، 1.6 گوگل نیست بالای تریلیون، هنوز 637 بیلیونه، نه گوگل نیستش بالای تریلیون ارزشش، ولی مایکروسافت باید باشه باید اشتباه نکنم، بله مایکروسافت بله 1.8 تریلیون دلار ارزش مایکروسافته. امروز اینجوری گزارش هم میشد، امروز یک قرارداد چیزی مثل 22 بیلیون دلار با وزارت دفاع امریکا بسته.
آمازون هم خب بالای تریلیون دلار باید باشه. بله. مارکت به آمازون 1.577 بازم بالای تریلیون دلار. اصولا این شرکت هایی هستن که به امریکا این شرکت ها رو از توش بردارید میشه کشور ها افتاده، هیچ فرق زیادی نمی کنه و تمام ارزشی که داره به همین شرکت های بزرگیه که داره و چون شغل زیادی تولید میکنن، ثروت زیادی تولید میکنن و پولی انباشته شده در اینجا و خرج میشه توی مردم هم پخش میشه این پول و برعکس برفض رژیم جمهوری اسلامی و وقتی سر کار اومد توی ایران تمام شرکت های خوبی که ما داشتیم در ایران و خیلی زیاد شغل تولید کرده بودن، سودآور بودن، داشتن رشد میکردن، بزرگتر میشدن، همه را از بین بردن اصولا در جمهوری اسلامی. همیشه این تمایل در طرز فکر سوسیالیستی و کمونیستی وجود داره که فکر میکنن این ثروت های بگیرن، این شرکت های بگیرن همینجور ثروتمند، این تمام این ثروت هم خواهند داشت، در صورتی که این ثروت وجود داره در صورتی که اون صنعتگرهایی که ایجادش کردن بگردنش، ولی اون صنعتگر رو از توش برداری این هر شرکتی از بین میره در از چشم هم زدن. اتفاقی در ایران افتاد بعد از انقلاب 57 تمام شرکت هایی که بر سالها و طول کشیده بود تا شکل بگیرن بتونن وزنی بشه نظر اقتصادی در ایران، شرکت های خصوصی البته صحبتش هست، دولت ایران اجازه نمیداد شرکت ها وارد تمام بخش های صنایع بشن، ولی خب در امریکا ما میبینیم که بیشتر صنایع در هر صنعتی وارد میشن، چه میخواد برق باشه، چه میخواد بنادر باشه، هر چیزی که دستاوردهای بخش خصوصی میتونه در امریکا واردش بشه. به خاطر من از چنین ثروت انبوهی رو تولید میکنم و چنین شغل بزرگی ایجاد میکنم به تبدیل یه قدرت صنعتی میشن، کاری که چین کمونیست رو تقلید میکنه ازشون و مثلا در جماعت ایرانی به در سیاست پیشه های ایرانی اصولا حتی به فکرشون هم نمیرسه چنین چیزهایی تقلید بکنن، حتی هنوز هم بخش قابل ملاحظه‌ای از سلطنت طلب و تبلیغات ضد امریکایی و ضد غربی دارن و همیشه سقوط رژیم پهلوی ها رو میندازن گردن غرب و منطقشون اینه، در صورتی که واقعیت اینه که خود رژیم خودش از بین برد به خاطر سیاست هایی که در پیش گرفته بود. درصد این وضعی که وجود داره از نظر شرکت های تکنولوژی، از شرکت های چینی وضع خوبی ندارن، برفض علی بابا الان میبینیم که 224 و تقریباً افزایش قابل ملاحظه نداشته در این سال گذشته و داره در جام میزنه. خب وضعی که هستش و البته صحبتی که بودش اگه به خاطر بیاد در مورد شرکت این شرکت چینی بوده بود که باوی تکنولوژی زیربنای تکنولوژی اینترنت G5 می ساخت در کشورهای مختلف که امریکا رفت و کیسش تأکید کرد که این شرکت نباید به این شرکت چینی بتونه زیربنای تکنولوژی اینترنت در جهان نقشی داشته باشه توش، چون این باعث میشه که امنیت دنیای غرب و دنیای آزاد خطر بیفته. این شرکت اصولا بعضش خیلی خرابه در حال حاضر واوی، ولی خب شرکت سوئدی بودش که در این مورد اریکسون تونست از این فرصت استفاده بکنه و الان یک نقش اساسی تو تولید زیربنای تکنولوژی اینترنت رو داره، ولی خب اریکسون در چین کمونیست هم کار میکنه و خیلی داره تبلیغ میکنه، صحبت میکنه با دولت سوئد، چون دولت سوئد هم ممنوع کرده که واوی درش تکنولوژی زیربنای اینترنت در اونجا بسازه یا نقشی داشته باشه، چون بهشون اعتماد نداره که این خود مدیر اجرایی اریکسون داره تبلیغ میکنه در سوئد سیاست پیشه هاشو قانع بکنه که اجازه بدید واوی بیاد در اینجا کار بکنه
به احتمال زیاد زیر فشار دولت چین کمونیست، همونجوری صحبت شد قبلا، شرکت های اروپایی و امریکایی رو مجبور میکنن که اگه میخواین تو اینجا کار بکنید باید بریم به دولتاتون قانع بکنید که بذارن شرکت های چینی بیان اونجا کار بکنن. و البته این درگیری ادامه داره و در این مورد که زیربنای تکنولوژی اینترنت وقتی واوی باخت یه شرکت اروپایی اریکسون، یه شرکت دیگه هم هستش مثل این که اونم برن برنده این دعوا شدن در اصل و تونستن پول خوبی برن بیرون از اینجا. البته صحبت دیگه هم که هستش مسئله جنگ در افغانستانه، به اینجور که قراردادی که ترامپ بسته بود قرار بودیم با می فرست که یه ماه دیگه است تصور میکنم نیروهای امریکایی از افغانستان بیان بیرون. البته ما میدونیم ثبات وجود این دولت انتخابی که در افغانستان وجود داره و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که افغانستان در این 20 سال گذشته داشته همش به خاطر بوده این به قول امریکا یا پول و تریژری بوده که امریکا در اونجا خرج کرده. در اصل اگر بیاد بیرون مشکل دولت افغانستان بتونه سرپا بمونه، این دولت موجودی که وجود داره و تنها دولت امریکا نیست که در اونجا نیرو داره، که آتلانتیک شمالی، پیمان آتلانتیک شمالی هم در اونجا نیرو داره، کشور اروپایی، ولی خواهی امریکایی ها بیان بیرون، اونها میان بیرون. برای صحبت برای اینکه فعلا نمیخواد این بایدن این نیرو رو از افغانستان بیاره بیرون. البته میگن از جنگ ما خسته شدیم، خیلی موندیم نیروهامون در افغانستان. خب در آلمان هنوزم نیروهای امریکایی هستن بعد از چند سال، سال 44 جنگ هم شده، بعض این همه سال هنوزم هستن در اونجا، 65 سال در 85 سال تصور کنم 85 سال هنوز هم هستش. و البته ترامپ نیروهاش سعی کرد بیاره بیرون، بخشش رو، ولی بایدن تا رئیس جمهور شد همون اونا رو برگردون دوباره اونجا. کاری هم نمی کنن تو اونجا، نشستن دارن با سرشون زندگی میکنن، جنگی هم نیست، خطری هم تهدید نمی کنن در حال حاضر آلمان ها. ولی خب معتقدن از افغانستان باید بیان بیرون، ولی از افغانستان بیان بیرون نیروهای امریکایی هر چیزی تمام، هر چیزی رشته شده پنبه خواهد شد. و تصور من برای اینه که اگه میخوان واقعا رژیم افغانستان بتونه دوام بیاره باید امریکا ازش پشتیبانی بکنه، حالا حتی درقل ممکن، تا وقتی که بالاخره طالبان قبول کنن که نمیتونن این رژیم چپه بکنن. ولی خب وقتی که ترامپ اومد گفت این سال در می امسال میره بیرون از اونجا، یه دلگرمی رو طالبان داد که خب ما می جنگیم اینا میرن بیرون، و اگر هم نرم بیرون دوباره جنگ ادامه دیم تا وقتی که امریکایی ها قانع بشن که نه باید سربازشون در اینجا کشته بشن. البته سربازهای امریکایی زیاد نقشی در جنگیدن ندارن و بیشتر مثل ادوایزر هستن و مشاور هستن در حال حاضر، ولی با این حال بزن تلفاتی هم دارن گهگاهی. ولی خب افغانستان از این فرصت خوب استفاده کرده، پیشرفت های قابل ملاحظه کرده. اگه به سایت های افغانستان برید و در اینترنت که بعضی وقت من دیدم خیلی مردم افغانستان میخوان که بمونن، میدونن که اگه امریکا برن بیرون دوران دوباره تو استادیومشون به جان که فوتبال بازی کنن مردم میارن اعدامشون میکنن در اونجا. و البته بخش قابل ملاحظه از ایرانی های کمونیست ضد امریکایی هم وجود دارن که خیلی تبلیغات میکنن که امریکا باعث تمام جنایت در افغانستان شده. اون بحثی جدا بوده. در اصل اینجوری گفتی میشه بایدن قصد نداره که نیروهای امریکایی از افغانستان بیاره بیرون در روز اول می، و یه امیدواری برای افغانستان ایجاد شده. از طرف دیگه در امیدواریم که رابطه امریکا با چین کمونیست خیلی بد شده و امریکا هم سعی میکنه که واردات در چین کمونیست کمتر بکنه.
و با اینکه بایدن انتخاب شده هنوزم بایدن دست به این مالیات های اضافی که گذاشته در دوران ترامپ گذاشتش روی کالاهای چینی رو بر نداشته و هنوز نگرش داشته. در این میان کسی که داره بهره برداری قابل ملاحظه میکنه ویتنامه. ویتنام صادراتش به امریکا بیشتر شده، خیلی زیادتر شده و انتظار میشه بیشتر از اینم بشه. و نکته ای که بعدا بهش توجه کرد که امریکا و ویتنام در سالهای 60 و 70 دهه 60 و 70 هزار قرن گذشته جنگیدن با هم، که خیلی از سرباز امریکا مسیح 5000 سرباز کشته داده در اونجا، ویتنام مسلمان رقم خیلی بالاتری کشته داده، ولی در حال حاضر با هم خیلی دوست هستن و با هم تجارت اقتصادی هم میکنن. ولی همچنان ژاپن مثلا این کار انجام، ولی ایرانی ها هنوز هم دردشون توی سیاست وسیعت پیش از ایرانی هنوز هم جریان مصدق و برکناری مصدق رو در سال 54 هنوز دارن هرس و جوش میزنن و تبلیغات ضد امریکاییشون متکی کردن، حتی ضد دنیای آزاد به طور کلی رو اون برکناری مصدق رو اسمش کودتا میزنن. و این خب برای ما ایرانی جالب مهم میکنی ببینیم که مثلا دنیای دیگه، کشورهای دیگه با اینکه خیلی جنگ هم کردن با امریکا، الان رسیدن به دوستی دارن باش همکاری میکنن و منافع قابل ملاحظه‌ای هم از این دوستی میبرن. ولی خب ما ایرانی ها رفتیم کسی رو بردیم سر کار، رژیم جمهوری اسلامی رو بردیم سر کار در 54 که رژیم 100% ضد غربی و ضد امریکایی و اروپایی بود. و خب اون طرز فکری ما تو وقتی عوض نشه از این نظر، من فکر نمی کنم مشکلات زیادی سر جاش خواهد بود، همونجوری تا حالا بوده. و خب این نکته ای که من توجه کرد بهش که چجوری ویتنام در این مدت از وقتی روابطش با امریکا برقرار کرده از در اقتصادی چقدر سود بوده و سطح زندگی مردم چقدر بالا رفته و این تجارت آزادی که وجود داره بین امریکا و ویتنام و خب ویتنام کشور دیگه هم صادر میکنه چقدر به نفعش بوده، به نفع مردمش بوده. خب ایران هم میتونه چنین منافعی داشته باشه، ولی خب بستگی به سیاست پیشاش داره، دولت که سر کاره و درکی که از دنیای موجود داره، ولی درکی خامنه‌ای و دار دستش برانه دنیای آزاد و سینه زنی و زنجی زنی در همون کشور ها رایج بکنن فیلون بحث جدا میگه. بیزه فهمید حالتی صحبت برای اینه که چیز عجیبی نیستش، ولی خب این قیمت هایی که وجود داره برای مسکن در امریکا به شدت بالا رفته و این افزایش قیمت مسکن در امریکا به طور کلی برفرض شاید در سن دیگو 14%، در لاس وگاس 8.5% که بالا رفته، در سیاتل 14.3% رفته بالا. بسید نکته مهمی که هست که همیشه خوبی واقعیت تثبیت شده استش که بهترین سرمایه گذاری که هر خانواده میتونه واسه خودش بکنه که مسکن خودش رو مالکش باشه. وقتی مسکنش رو مالکش باشه مثل که صندوق بازنشستگی براش کار میکنه و در حال حاضر هم در امریکا مثلا مسکن خیلی در تمام دنیا چه این وضع وجود داره، در امریکا به شدت وجود داره که ارزش خیلی هم مسکن بالا رفته و خب این ثروتیه که ایجاد شده برای مردمی که مثلا مسکن رو صاحبش هستن، که چیزی مسکن رقم بالایی هم مسکن بالایی دقیقا من به خاطر نمیارم ولی چیز فکر میکنم بالای 67% شد 65% مردم این که صاحب مسکن خونه خودشون مثلا در ایران البته چنین چیز بود خیلی بیشتر هم بود در ایران، در ایران شاید مثلا چیزی نزدیک 80% مردم صاحب مسکنشون بودن قبل از انقلاب 57. و این تولید مسکن روز به روز داره گرونتر میشه، مخصوصا چوب قیمتش پرورور شده در امریکا و خب هر کسی که تو کار مسکن بوده مسکن خودشو داشته از این نظر یک
سود قابل ملاحظه برده و البته کار زیادی هم نمیبره، فقط باید موضعش باشی که خونه که خرید خراب نشه و سرت در امریکا به این شدت این قیمت ها بارا رفته همش. و نکته خیلی مهمیه که من فکر میکنم هر کسی باید بهش توجه داشته باشه. بله البته دکتر یه که هستش ریزی فرمایید آخر برنامه من تصور میکنم وقت چندانی باقی نمونده به نگاهی بکنیم دوباره بازار سهام ببینیم در این یک ساعتی که گذشت چه اتفاقی افتاده. حتی ما نگاه کردیم من به اشتراک بذارم با شما. این شرکت تکنولوژی بود که دربارش صحبت شد در اینجا و افزایش قابل ملاحظه که امروز داشتن. امروز پیپل جنوش پرداخت پول بیشتر 4.5 دلار افزایش داشته، سکوبار هم افزایش داشته بیشتر 2.5 دلار. پس این شرکت هم که معمولا مرکزی که سام میشه بخره امروز روز خریدن نیست چون همه قیمت ها خیلی بیشتر بالاست، معمولا باید یه خود سب بکنید که قیمت ها بیاد پایین تر پایین بالا بخرید. معمولا وقتی به این چند روزی بالا میره بازار سام روز بعدش پایین میره معمولا. خب بعض وقت همه چنین اتفاق نمیفته ولی بهتره که امروز روز خریدن نیست، در صورت روز خریدن سهام نیستش. هر شرکت هایی که تو کار تولید دارو هستن و وسایل پزشکی بخش قابل ملاحظه صنایع امریکا تشکیل میدن و خیلی هم شرکت های زیادی هستن، شاید چیزی نزدیک 2000 تا شرکت وجود داشته باشه فقط تو کار تولید دارو و تحقیق و تولید داروهای جدیده. هر یه شرکتی هست اینجا ابلیلی و آباد کرده یک تقریبا یکی بودن ولی جدا شدن از هم دیگه. امروز زیاد وضع خوبی ندارن، بیشترشون البته مثبتن تعداد قابل ملاحظه شون ولی بعضیاشون منفی هم داره. ولی شرکت هایی هستن که برفت جانسون هست، جانسون که پاکسنی هم که ساخته داره پخش میشه امروز منفیه ولی با اینکه پول زیادی هم دارن دولت امریکا پول زیادی هم به این شرکت های داروسازی داد در دوران ترامپ سنن پیش خرید کردشون و پولش هم داد برفت $100 میلیون $500 میلیون رقم اوپتی روشته همینجور مجموعی بهشون دادن که پول دادن که برن واکسن بسازن که بتونه استفاده بکنن مردم هر زودتر واکسن داشته بهشون بزنن به بیماری نتونه کشتار وسیعی از مردم بکنه و تا موفق هم شدن. سیاستی بود که واقعا موفقیت آمیز پولی که خرج شد نتیجهش هم مثبت بود کاملا. بلا خب مکس بلسی واکسن هم که در امریکا هرچی میزنه مجانی میزنه، پولی ازش نمیگیرن. البته من فکر نمی کنم دوون بیاره جریان سال دیگه بخواد کسی واکسن بزنه و پولشو بده. در حال آزم واکسن سرمخوردگی کسایی که بینه دارن مجانی بهشون میدن میزنن براشون، ولی کسایی که خب نداشته باشون به حتما پول براش بدن. واکسن کرونا 19 هم به احتمال زیاد در آینده چنین وضعی پیدا خواهد شد. در حال حاضر یافی شما میدید 1000 نفر 2000 نفر در یه جمع شدن واکسن هم زدن همچه کنم شدن پولی نمیدن براش. خیلی چیز استثنایی معمولی یه سرویس اینجوری بگیره کسی به پولی هم نده براش. ولی خب این وضعی که در حال حاضر وجود داره من شرکت های داروسازی هستن که اصولا همشون نسبتا بیشترشون مثبتن امروز، خطری هم تهدیدشون نمیکنه در حال حاضر که احتمال پایین رفتنشون بره چون هرچی جمعیت
امریکا به سوی پیر شدن سنو بالاتر میره، همونجور در ایران هم سنو خیلی بالا رفته، در به طور کلی جمعیت سنش بالا رفته، در چینی کمونیست هم چنین مسئله هستش. بنابراین بعض دارو و تقاضا برای دارو بیشتر خواهد شد روز به روز، کمتر نخواهد شد. بله، من تصور میکنم که وقت من امروز تموم شده. من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز واسطفت هستم، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و در اینجا بدرود میگم. جناب بهبانی، خیلی امیدوارم که هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود.